برگشتیم و همچنان تشکر میکنم از دکتر صاحب محمود ساحل و همچنان لینا که راجع به ادویجات تسکین درد صحبت کردن. فعلا هم در بخش ورزش قرار داریم. البته امروز هم خوشبختانه دو جوان و دو ورزشکار را با خود داریم، استاد احمدی و همچنان فردین غفوری از بخش ووشو. سلام، صبح شما بخیر. سلام، صبح شما بخیر. به نام خدا عرض ادب خدمت شما، خدمت تمام دوستان عزیزان، خصوصا کسایی که برنامه را فعلا لایف تماشا میکنن. مدیر احمد احمدی هستم، معاون انجمن و شکران امیریم. بسیار خوش آمدین و صبح شما خیلی شما. صبح شما هم بخیر. فردین هستم، فردین غفوری هستم. سلام صبح امتانان عزیزم بخیر. خدا کده که جور ساعت سر حال باشه. تشکر، زنده باشه. استاد احمدی در کل چند سال میشه ورزش میکنید شما؟ مدت 15-16 سال میشه که وشو تمرین میکنم، ورزش میکنم. مختص رشته وشو رو پیش میبرین؟ در اوایل که بود وشو رو پیش میبردم و فعلا ورزش قسمی شده افغانستان، در دنیا هم رب مروج شده که اگر ورزشکار رزمی کار با تمام رشته و تمام رزمی برزمه و تمرینات هم خود داشته باشه و فعلا خودم در رشته های مختلف تمرین میکنم و در کلاب های تمرین میتونم رشته های مختلف هاشون تمرین میکنم. بله، و در اواخر MMA زیاد رشد کرده، همه ورزش ها را جمع کرده با هم. بله، همه ورزش ها را جمع کرده و ما وشو کارام آمادگی داریم بر تمام رشته که باشیم. فرق وشو با دیگر رشته ها چی هست؟ با کانفو، تکواندو و رشته های بوکس و MMA که جدیدن هست؟ تمام رشته زیبا جایگاه خود، هر ورزش بر خود داره، هر ورزش بر خود یک پاچه و یک فدراسیون داره. فرق وشو با دیگر رشته یکی از فرقایش هست که یک ورزش المپیکی است، ورزشی است که بیش از 5600 سال از امروز پیش در دنیا در کشور چین سرچشمه گرفت و مردم به این ورزش آشنا است. دیگر زیبایی خاص خود داره، باز من خواستم به این زیبایی وشو انتخاب کنم. بله، و مدت 15 سال میشه تمرین میکنیم. بیایم راجع به تاریخچیش صحبت بکنیم که در زمانی که در افغانستان آمد. سالهای 81 82 بود که توسط دو قطب ورزش افغانستان که یکی جناب استاد یوروش عزیز می باشه که فعلا رئیس فدراسیون ملی وشو افغانستان است و دیگه استاد خوانی امیری که یا وقت در ورزش افغانستان زحمت کشن خسنده وشو، بازی دو شخص رشته رو بنیانگذاری کرد. دیگه باز فعلا بالاتر از 60-70 کلب در داخل شهر کابل ما کلب های راستر شده، کلب های قونی داریم و در سایر ولایت‌ها ما نماینده خاص خود داریم. بله، و گفتین کاملا رشته المپیکی هست، یعنی مسابقات از اینا آماتور هست یا پروفشنال؟ نه، مسابقات پروفشنال هم داریم، آماتور هم داریم. بوشو کسا در دو بخش فعالیت میکنه، یک بخش هست به نام سانشوس، یکی تالو یک بخش نمایشات دیگه پای ما سر از اون بسته میکنیم. خود در رشته سانشو که میریم یا ساندا، یک پروفشنال داریم به نام ساندوانگ. ساندوانگ ما با ساندای ما فرق میره. ساندای ما امی آماتور است که با دستکش و کلا و لسه و چسکار چیزا بازیکنان ما داخل میدان میشن. پروفشنال ما کسه فقط یک دستکش است، امروی نیکر دیگه کلا و لسه است، دیگه پشپایی گپا نداره. یعنی مثلا MMA هست، کلا آزاد هست؟ کلا آزاد است، صرف MMA زمین داره، امروی ست میشن، با زمین کار نمیکنیم و ست میشن نداریم، دیگه آزاد است. و فرجان خود چند سال میشه وشو رو پیش میبریم؟ مدت 1.5 سال میشه که من وشو رو پیش استاد احمد احمدی تمرین میکنم. دیگه فعلا عمر استادم تمرین میکنم. یعنی تازه کار هست؟ تازه کار هستم. بله. چطور علاقه مندی پیدا کردی به رشته وشو؟ دیگه فامیل زیاد تشویق میکرد، کاکای ماجد صاحب علامه سمی تشویق میکرد، استاد بزرگوارم استاد خوانی امیری که فعلا او زیاد تشویق ما میکرد. دیگه فعلا حالا ورزش وشو را پیش میبریم، دیگه دمی نزدیک ها مسابقه های ماست و خیر دیگه ببینیم که چی میشه انشاءالله. بله، بس مسابقات یاد آشان استاد احمدی در این مدت 15 سال چند مسابقه داشتین، داخلی بود یا خارجی؟ در طول 15 سال که ما ورزش کردیم مسابقه های داخلی هم داشتیم، خارجی هم داشتیم. یک چیز دار گفتن اما که فرق یک فرق دیگه در وشو فری فایت یا می یک چیز هست که همیشه فایت های فری فایت چیزا که هست چون پروفشنال هست تک فایت دارن، باز وشو یا فایت های رده میگن که در وزنا تمام کلاب ها بازیکن های خود میره که در هر وزن بالاتر از 20 نفر 30 نفر جوره میشن یا فایت میکنن، که یعنی یک ورزشکاری که در وشو اول شوه
حداقل 5 یا 6 7 فایت کنه که در وزن اول یا دوم شه. در طول مدت ما اکثر تک تک فایت های حساب کنیم، شاید بالاتر از 40 50 فایت که باشیم، که در این فایت هایی که ما کردیم خوشبختانه در مسابقات جوانان بوده، نو جوانان، مسابقات بزرگسالان منتخبی شهر کابل، مسابقات ملی، ما در این اوزان خود در وزن خود اول دوم سیم در داخل کشور شدیم، مسابقات زون کردیم و در مسابقات بیرونی شما اشاره کردین. در سال 2014 در کشور پاکستان مسابقات چلین کپ آسیا بود، خوشبختانه که ما در مسابقات اشتراک کردیم با جمع از کسی رو اشکارای خود و در او بنده هم فایت کرد. خوشبختانه ما وقت در وزن 75 کیلو قهرمانی رزان خود کردیم، مدال طلا را به نفع افغانستان رقم زدیم و یک فایده گرد 2019 داشتیم در کشور دوست ازبکستان و اوجه هم خوشبختانه که ما در راوند اول عریف خود تسلیم کردیم. یعنی هم تسلیمی و نکاوتی داره مثل دیگه اول شماریم؟ بله بله، فقط گفتین زمین و صد میشن داره. آه زمین و صد میشن داره دیگه آزاد است. بله، و یکی گفتین مثلا در داخل شهر وقت انتخابی میشه باید 6 حریف یا 5 حریف حتما فایت بکنی، اینا در چه مدت زمان فایت میکنه؟ یک ماه، دو ماه، یا همون هفته که به مسابقات تعیین شده یک دو هفته باید همه حریف ها شکست بدین؟ نه، برای کلاپا برشان جلسه گرفته میشه، در خدمت تمام مربیان رسانده میشه، بازیکنانشان برشان یک روز مثلا در طول هفته یک روز وزن کشی میشه. تمام کلاپا مثلا ما در مسابقات بزرگسالا وزنی داریم از 48 کیلو داریم الی آزاد 11 وزن میشه. بر تمام کلاپا برشان مکتوب دادم در 11 وزن یک نفر یا مرن بازم 11 وزن در یک روز وزن کشی میشه، قرعه کشی میشه که احمد با محمود کی با کی در کدام وزنا کل ازیا جدول میشه. وقتی که جدول میشه ما از وزن 48 کیلو خود دیگه جدول بالا میبریم، ال بی بازیکن ما در روز شاید دو فایت کنه، در روز سه فایت کنه و اگه باز باقی مون بر روز دوم سیوم مون تو این فایتشان در طول دو روز سه روز بعد یا تمام شوه، یعنی کمتر از یک هفته. بله، که بازی ها انتخاب تیم ملی افغانستان شوه. باز زمانی که انتخاب تیم ملی افغانستان میشن باز می بچای که اول دوم میشن در وزنای خود می بازشکارای ما، باز تیم ملی افغانستان مسابقه که دایر میشه، باز تمام ولایت های ما از تمام ولایت ها در وزنا ایجه دعوت میشه، باز پس یا با تمام ولایت ها مسابقه میکنن، باز یا هر کس که بهترین بود بهتر بود باز امو در وزن اختوال میشه، باز برزو لقب قهرمانی داده میشه. بله، و شما هایی که فعلا بیننده کپ مدال و تقدیر نامه ها هستین، این مثل دیگه رشته ها نیست که یک باید بکنی کپ یا یک تقدیر نامه بگیری، یعنی این که استاد احمدی گفت وقتی میخواین در بخش وشو شما قهرمان شوین باید حداقل در انتخابی کلب ها در ظرف کمتر از یک هفته با سه چهار حریف فایت کنی. پس واقعا این خیلی نسبت به دیگه ورشو به نظر من ثقیل هست. بسیار ثقیل است. کسایی که واقعا وشو تمرین کرده فعلا کسایی که میبینه با یقین کامل گپ ما درک میکنه و ایر تایید میکنه که دیگر رشته ما سر رشته بست نداریم، به تمام رشته ما جایگاهشان قبول داریم، افتخار داریم برشان. دیگر وشو باید تو در یک روز دو فای سی فای چار فایت کنی، بالاخره حریف های چکست بیتی، در وزن قرمان شی، بالاخره لقب قرمانی. و بازی های دیگه که امروز به نام ورشای دیگه است اول دو میشن یا فقط تک فایت است و برزو هم امید به فکر دارم برای وشو کارهای خودم. بله، همه ورزش ها البته خوب هستن و همه ورزشکارای افغان نور چشم ما هستن، اما زحمت داره، بعض ورزش ها زحمت بیشتر داره، بعضش کمتر داره و هر کدامش لذت و جالبیت خاص خود داره. بله. امروز راجع به مدال ها و کپ ها هم صحبت بکنیم که این کپ که در پیش روی ما هست از کدام در مسابقات هست؟ این کپ که بندگی سنجا سال 96 و 97 است، مسابقات جام گل سرخ بلخ مبارک بود. در اون مسابقه تیم وشو احمدی که کلاب اونجا اشتراک کرده بود در اون تیم مقام اول گرفت که اونجا از طرف فدراسیون بلخ برای ما کپ اداره شد. بله، و اون شیشه‌ای که هستی ورد مربوط به کدام دور میشم؟ با چند قبل به صفت معاون انجمن وشو احمدی که یک بس کوتاست و انجمن وشو احمدی وسیع‌ترین انجمن در وشو در افغانستان میباشه که از این انجمن کثیر از ورشکارا جوانا امروز کلشان صاحب کلب، صاحب شخصیت، صاحب قهرمان هستند که کلشان از زیر چتر استاد خوانی امیری که رئیس انجمن امیری هستند از او فارغ شدند و بندر کوچک نوازی کردند. در این انجمن بزرگ مرا به صفت معاون انجمن تعیین کردند و از طرف اداره انجمن وشو امیری
باز ما تقدیر شدم اینجا. بله، و لقب سکرتر جنرال فدراسیون وشوی وزارت داخله را هم گرفتین شما. با یک سال در پست سکرتر جنرال فدراسیون وشوی وزارت داخله دوشادوش با پلیس زحمتکش خود ما همکار بودیم. بله، و بعدیش به کدام در مسابقات هست؟ شیطی هست که سال 2014 مسابقات چلنج کپ آسیا که بود، بعد اونجا که بازی کردم، مسابقه کردم، رئیس صاحب فدراسیون پاکستان وقتی که از بازی ما دید خوش آمد، باز برای من تقدیر آمد. یعنی از کشور پاکستان؟ بله، بله. بله، و به این راجع به تقدیر نما هم صحبت های خود داشتیم. مسابقات پیش روی شما به کدام کشورها هست؟ فعلا ما مسابقات زیاد داریم. یک مسابقه که فعلا برای ما بورسیه روان شده، مسجد شده، کشور ازبکستان است، شهر تاچکند. دیگه فعلا ما اومدیم خاص. یعنی دعوت شدیم؟ دعوت شدیم، بله، در تاچکند. در وشو هم چلنجی داره مثل دیگه ورزش ها یعنی؟ در سال دوام داره چلنج برای ها. بله، و این تقدیر نامه از کدام در مسابقات هست؟ اولین دور مسابقات انجمن ما بوده که با ورزش ها آغاز کردیم. یعنی اولین تقدیر نامه همی است؟ اولین نتومین تقدیر نامه ما در بازی که همی است. بله، و اکثر از دوستان وقت دعوت میکنم اولین مدال و اولین تقدیر نامه را بسیار با همونتا شوق نگاه میکنن، چون خیلی لذت بخش هست. بسیار زیاد هست. اولین قدم و موفقیت همچنان هست. بله. از کدام دار مسابقات هست اینا؟ مسابقات 2014 پاکستان است که در این مدال طلا مربوط به همون میشد؟ بله، و مدال طلای ما بود، فقط یک تقدیر نامه بود که رئیس فدراسیون کدام بیجگی رو در ما دیده بود، باز ما یک تقدیر نامه اضافه کرد. حتما دیگه وقتی میبینیم یک ورزشکار با این زحمت البته میره مسابقه میکنه و دست پر میاد، اگر تقدیر دیگه خیلی کوچک هست. مسابقه ای بود که قبلا مشارکت کردم در سال 95 بود که در این مسابقه ما 3 فایت برنده شدم و بالاخره بازنده شدم، مدال برنز به خود کمایی کردم. سه فایت هم خیلی زیاد هست. در کدام وزن فایت کرده بودیم؟ در این مسابقه وزن 80 کیلو بود. 80 کیلو نسبتا سنگین وزن است. بله. 80 85 75. مسابقات جام وحدت ملی بود. در این مسابقه خوشبختانه در وزن 70 کیلو عایز مقام اول گرفته بودم. بله، چطور یک بار 70 میشه وزن یک بار 80؟ یعنی خیلی انرژی را از دست نمیدین وقتی مسابقات؟ سالهای پیش است. یعنی سالهای قبل با هست. سالهای قبل ما از 65 بازی کردیم بالاخره دواز نشد. چینایی نوشته هست؟ این سرتیفیکیت هست، تقدیرنامه از کشور از پاکستان که در این ما مقام اول گرفتیم، اما مدال شما اینجا هست، تقدیرنامه از پاکستان هم هست. بله، و با طرف همو اجده ها و چی هاش دیدم کشور چین فکر کردم. آمی از پاکستان. بله، ای هست کدام دار مسابقات هست؟ مسابقات 13-89 بوده، مسابقات منتخبی بزرگسالای کابل بوده. یعنی از سالهای قبل از داخلی هستن. آدی. بله، و ای هم حکم قهرمانی هست از وزن 70 کیلو. وزن 70 کیلو سال 13-93 بوده. در این مسابقات با عریف هایی که من شکست دادم، عریف آخری ما با مروف جان ایدری بودم، نتونستم که در وزن با او بازی کنم. یک قانون و شوی قانون نگام داره، وقتی ما در فاینال میرسیم هر بازی که یک روز بعد تیر میشه باید تو وزن شوی. اگر سر وزن در وزن تو تایر شدی 70 یا 75 یک کیلو از بالا بر وزن باز تو نمیدین در اون مسابقه دوباره حضور پیدا کنی. باز ما وقت چند سوالی رزد دستم در این مسابقه دوم شدیم. بله، و یک مدال ایجا در بین تقدیرنامه ها هم است. ای مدال خود وشو است که مو بیشتر تقدیر نامه شما بود. مربوط به ازبکستان؟ نه، مربوط به افغانستان میشه. افغانستان است؟ برانز دیمی ماست. بله، بله. استاد احمدی از شما هم تشکر میکنم، فریجان از خود هم تشکر میکنم، آرزوی موفقیت بر خود هم دارم انشاءالله که مسابقات پیش رو که داری با دست پر دوباره البته با ما باشی و دوست همه خود کنم. خیر در اخیر کدام پیام داشته باشین استاد احمدی؟ پیام اول تشکری میکنم از جناب محترم استاد خوانی امیری، رئیس و بنیانگذار انجمن وشو در افغانستان وشو امیری، که یک استاد واقعیت ورزیده، استاد زحمتکش که با طول سال عمر خود صرف جوانا کرد، که امروز از برکت استاد خوانی امیری تمام از جوانای ما صاحب منصب، صاحب بدالا، صاحب قهرمان هستند. ما به تمام نمایندگی ورشکارا خصوصا نمایندگی انجمن وشو امیری، من از جناب رئیس استاد خوانی امیری تشکری میکنم. و در اخیر یک پیام کوتاه بر تمام جوانان اختاریم
که در این آخر سنه حساس است. کل ما دست به دست هم بدیم، ورزش کنیم، صحتمند باشیم. در پالوش ما باید بیاموزیم درس و تحصیل خود ادامه بدیم. بله، زنده و سلامت باشین. و فرجان پیام خود چی هست؟ پیام خاص ندارم، فقط مردم افغانستان از صلح و آرامی میگویم که یک صلح و آرامی در وطن ما بیاید. تشکر، زنده باشین. ما هم آرزو میکنیم یک صلح پایدار در کشور داشته باشیم و جوانای با استعداد همچنان رشد بکنن و پیشرفت بکنن. یک رفت و برگشت داریم و هستیم باشیم.